انسان ها به چهار دسته محبوبین و متوسطین، دانیات و مخربین، اینها رو که یک وقت سه دسته چهار دسته می کنیم کمتر بیشتر، به نسبیتی است که در اون قالب تقسیم قرار می گیرد. یک دسته محبوبانند، متوسطین، نازلات، دانیات، مخربین. مخربین اونایی که سجین و عرض کنم جهیم و ائمت الکفر و اینها هستن. یک دسته مخربین هستن که یصدون عن سبیل الله هستن. دانیات اون کسانی بودن، سودکشا، تیغکشا، عادی و نهایت وامونده و درمونده. متوسطین شدن مستغفرین، اونهایی که نه محبوبن بلکه محبینن، با زحمت، با کوشش، با سختی حرکت میکنن. محبوبان گفتیم اون کسانی هستن که ظرف ناسوتشون در ناسوت فراهم نمیشه، بلکه عوالم ملکوت، عالیات، سماوات، خلقتها، عالین در اونجا چهره نقش وجودشون خورده. متوسطین همینجا هم میخوره. عرض کردیم پدر، مادر، نطفه، لقمه، زمان، مکان، تاریخ. محبوبین به پدر، مادر، نطفه، لقمه، تاریخ نیست، به عالیات و عالین هست. در واقع شما فرض کنید 10 آدم رو انتخاب کنید، شما 30 سالته، اون 20 سالشه، اون 50 سالشه، اون 70 سالشه، میگیم کشش تاریخ این بیشتر از کشش تاریخ اونه، این 70 سالشه، این 20 سالشه. در خلقت هم همینطوره، انسان ها کشش هستیشون با هم متفاوته. ما نگاه نکنیم انسان ها همه تو دنیا با هم زندگی میکنن، مثل این آدم ها که یک جا نشستن، این 20 سال، 40، 50، 70، 80 سالشه. حالا ما اینجا عقلمون میرسه حدودن که این سنش بالا، سنش پایینه، میفهمیم این جوونه، این بچهه، میفهمیم این عمرش زیاده، عمرش کمه، کشش ناسوت رو ما میفهمیم. اما ما کشش هستی انسان، کشش ملکوت موجودات، کشش ربوبیات الهی رو چندان نمیفهمیم که این محبوبینه، این محبینه. این کششش 1 میلیارد ظروف عوالم داره، این 60 سال داره، این 500 سال داره، این 200 سال داره. لذا میگفتیم که این نطفه که منعقد میشه، اون نبات نطفه ممکنه 6 ماه یه سال تو باغ بوده، این سبزی رو خورده اومده شده نطفه، 6 ماه یه سال میکشه تا بشه نطفه، منعقد بشه. اینجا 6 ماهه. روحش که فانشأناه خلقا آخر، که خدا خودش هم خوشش میاد میگه فتبارک الله احسن، به به چی خلق کردم ماشاءالله. کشش بالا مثل پایین نیست، اینجا 6 ماه، یه سال، 2 ماه میکشه تا نطفه میشه، ولی این انشأنا یه وقت میبینید 100 سال، 200 سال، 500 ساله داره میاد، الان میرسه چفته اینجا. لذا میگفتم این بالانس بین ناسوت و ملکوت خیلی سخته. این 6 ماه پیش این میبره خورده میشه نطفه، علقه مزقه و کسان العظام لحما، این استخونا گوشت میاد، خود استخونا هم گوشت بوده، علقه مزقه بوده، ما استخون نداشتیم اصلا، استخون مثل آبیش که گذاشتی تو فریزر یخ بسته، چون این نطفه که الان اومده در این رحم قرار گرفته، تو نطفه که استخون نبود که، همش نرم بوده، مایع بوده، ماده بوده. این اومد علقه مزقه شد استخون، یعنی یهو صفر شد، شد استخون، دوباره نرم میشه، میشه کسان العظام لحما، گوشت میشه. حالا چجوری میشه اینجا
خون میشه اینجا، علقه میشه اینجا، مزغه میشه، استخون میشه، گوش میشه، چی میشه، اینا همش تو ناسوته. ثم انشأناه، اون بالایی الان که انشاش نکردن، یه 500 سال پیش قبل از اینکه بابا بزرگش بیاد به دنیا، این میدونست که نطفهش کجاست، میاد به دنیا، شروع میکنه میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین. الان اینجا چفت به هم میخورن، علقه، مزغه، عظام، ثم کسون العظام لما، ثم یه ثم بهش بخوره، انشأناه و خلقنا. پس نطفه 6 ماه اومد، روح یه وقت بینی 50 سال، 100 سال، 200 سال، یک وقت 1,000,000 سال، یک وقت 10,000,000 سال، یک وقت 100,000,000,000 سال پیش این جنبیده، قبل از آدم و عالم. میگه انا نبیون و آدمو بین الماء و تین، من پیغمبر بودم، نه من به دنیا اومده بودم، من پیغمبر بودم و آدمو بین الماء و تین، آدم بین خاک، یعنی آدم گل بازی میکرده، یعنی بازی میکرده تو گل بوده، از آدم نبود. لذا میگفتیم مقام ختمی پدر حضرت آدم، حضرت آدم پدر حضرت خادم تو ناسوت، اون تو ملکوت پدره، این تو ناسوت پدره. محبوبین یه صفات خاصی دارن، وقتی میخواد نطفه لقمه حرکت کنه اون میفهمه، قبل از این که مادرش چیزی منعقد بشه دارن میگن فلانی هم داره میره پایین، ملائکه میگن فلانی هم رفت، باباش ننش نمیشناستش ولی بالا میدونن اینم داره میره پایین، بابا هنوز نطفه مطفه نیست، قصه اونو نخور جور میشه. یه سیستم این چنین نیست. محبوبین علیگینن، عالینن، اینا عنایات الهی باهاشون هست، تو همه عوالم هست، تو دنیا هم هست. خداوند خودش اینها رو کنترل میکنه. چطور میفرماید؟ ادبنی ربی، علمنی ربی. اینا کسی درسشون نمیده، اینا علمنی ربی. این که اتق الله یا علمکم الله، این محبینه، این باید تق تق بزنه تا خدا درسش بده، اونا خدا بی تق تق درسشون میده. پس 4 دسته میشه: مخربین، نازلین، دانیات، متوسطین، محبین، محبوبین. خب اینا چه خصوصیاتی دارن؟ محبوبین، سوره انفال، انفال چیه؟ نفله. نفس چیه؟ باغ و بیابون و خمس و این چیزاست. خدا جاسازی میکنه، اومده صفات اینا رو تو یه سوره دنیایی جا داده که کسی دنبالش نره. شما برید تو این تفاصیل، اگه اینایی که من دارم الان اشاره میکنم، اصلا سوره انفال یعنی سوره مالکیت، ملک، پول، خمس. و اعلم انما غنمتم من شیء، صحبت غنیمته، نه اینا همش مال محبین و دنیا ایناست. محبوبین رو بگو، صفاتشون رو من میگم شما ببینید. 1، آیه 33 گفت چی؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. آقا اونا گناه میکنن، برای چی برای من میبخشی؟ میگه و انت فیهم، تو یه حرمت این چنین داری که برای تو میبخشمشون. ولی اونایی که ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، اینا استغفار میکنن میبخشمشون، اینا محبینن، اونا گناه میکنن میبخششون، برای این میگه محبوبین. اینی که میگید شفاعت نسبت به ائمه معصومین، شفاعت به خاطر محبوبینشون. دوباره ببینید، نسبت به مخربین گفت برای چی ببخشمشون؟ اوه خدا رو با اون چی کار میکنه؟ میگه به خاطر تو اونا رو میبخشم، به اینا میگه به خاطر استغفارت میبخشم، برای چی ببخشمش؟ این نه از این نه از اونه. گفت چی؟ مالهم الله یعذبهم الله، برای چی عذابشون نکنم؟ در حالی که وهم یصدون عن المسجد الحرام، برای چی عذابشون نکنم؟ عذابشون اون تیخ کشارم که فرمود و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکاءن و تسبیحا، اون از اونا. مخربینم که گفت چی؟ ان الذين ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم يكون عليهم حسرتا. همین که عرض کردم، عقل عام، این همه عقلشو به کار رسیده، سیاست و چی چی، آقا دنیای مقامی پولی علمی چیزی سرهم کرده، ولی خبر از موقع مردن که فشار بهش میارن نداره. محبوبین یک آثار، یک خصوصیات،
یک زمینه های تو وجودشون هست که اینا مثل آهنربا کشش دارن، میکشن سنگ و گل و خشت، آدم و ملائکه و جن رو میکشن، حمایت پیدا میکنن، حامی پیدا میکنن، نگهدار پیدا میکنن، خدا رو میکشه پایین آهنرباش، حمایتش. راجع به امام حسین چی میگی؟ میفرماین که نزدیک ظهر عاشورا که شد ابیض وجه، اینقدر امام حسین زیبا شده بود، قشنگ شده بود، باید گریه کنه، ناراحت بشه، قصه بخوره، همه چی داره به هم میخوره، شکست بخوره. میفرماید ابیض وجه، من اینطور معنا میکردم، یعنی چی اینقدر خوشگل شده اینا؟ آقا خدا اومده توش. امام حسین کجا، خدا کجا؟ هر چی امام حسین زیبا 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 زیبا، از امیرالمومنین زیباتر، از امام حسین، امام حسن، از حضرت زهرا، از پیغمبر زیباتر، از همه انبیا زیباتر باشه، خدا یه چیز دیگه است. ابیض بچه، خدا اومده توش، خدا رو کشیده رو خاکا، کشیده پایین. من چی دارم میگم؟ آهن ربا داره، مغناطیس داره، میکشه سنگ و گل و خشت و در و دیوار رو میکشه، پیغمبر و امام و جن و انس و ملائکه رو میکشه پایین، خدا رو هم میکشه. یعنی خدا خودش میاد پایین، دل باخته میشه، عاشق میشه. لذا دیدید روایات چقدر هست، خدا پرده رو میذاره کنار، به ملائکه میگه ببین چه بنده هایی دارن، اینا محبوبین هستن، همه عاشقشونن، دوست عاشق، دشمن عاشق، خوب عاشق، بد عاشق، بیشتر از همه معاویه علی رو دوست داشته، برید ببینید تاریخ. ولی منافعش، شیطنتش، اگه امیرالمومنین یه دکه میداد به معاویه، معاویه باش درگیر نمیشد، یه استانی مستانی یه دهاتی رو میداد و علی کنار میومد، هیچ که مثل معاویه علی رو نمیشناخت، میگه میگیره ازم، شل به جنبم همه رو میگیره، مگه از اونا دیگه نگیره، نزاش بگیره. یعنی با عشقی که تو دلش بود میجنگید با علی. ای خیال میکنن اونا بغض داشتن به هیچ کس، نسبت به ائمه بغض نداره، به محبوبین بغض نداره. لذا ببینید وقتی اون بابا میاد وای میسه به ابوالحسن، بعد میگه معاویه پول بهش میده، کیسه رو میده، بعد میگه بیا بعد از جلسه بیا، میاد تو گوشش میگه خدا لعنتت کنه، اینایی که گفتی همش دروغ بود، ابوالحسن اینطوری نیست که تو گفتی، جل نکنی من حالو هم پولا رو میده برای سیاست، اینایی که گفتی دروغ بود، ابوالحسن اینطوری نیست، جل نکنی منم باور، پولت هم بددادم، خوب کاریم کردی، سیاست خوب، اما خیال نکنی من حالو.